سلام خب بچه ها یلداتون مبارک. یلدا آهنگ نداریم؟ یلدا آهنگ متال رو بسش بسازیم. یلدا واسه شب یلدا توی اینستاگرام تصمیم گرفتم ازتون بپرسم که من کوروش امسال یلدا چه کاری انجام بدین، چه کاری 90 درصدش فقط این بود که هندونه بزنیم سر کوروش، ولی نمیدونین که سر من از فولاد است. یک هندونه کار نمیتونه بکنه. میبینی خب ببینیم چی را گفته بودینم شب انجام بدیم. خب یه چیزی که خیلی زیاد نوشته بودین این بود که با کوروش کیک درست کنیم. بعد من کیک هستی خیلی حواس کردم. من هم میشه دوستان بهم میگن که سلطان چاشنی، شاهزاده مزه و ادویه. خب شاهزاده ادویه، پس این وظیفه خطیره. پیشونی گنده ای دارم. این وظیفه خطیره کردن کیک رو میسپارم به تو. من تا حالا یه بار، نه دو بار دیگه فقط کیک درست کردم. یه بارش هم برای تولد خود کوروش بود ولی نخورد. من هیچ بار کیک درست کردم دیگه بدتر. یه اشتباه بزرگی کردم اینه که این خیلی داره توضیح میده که چند گرم از هر چیز بریزیم و ما هیچ چیز نداریم که اندازه بگیریم. چشم نداری تو؟ 150 گرم چقدر میشه؟ از این آرده 150 گرم بریزیم. من ای وای منم اگه که یه کارخونه آرت سازی داشتم حتما اسم آدمو میذاشتم رابین هود. یه کورسان میگیری از رابین هود چون که خیلی به آرت میاد واقعا دیگه. مطمئنم نمیدونی سر پنجه هم چقدره. بعد از بعد چیز میگرفتیم واقعا تو میکنی سر پنجه گرمه؟ از کجا هم دارم همینه دیگه. یه ذره شکر بزاده کن به نظر من. این یه ذره نبود، این یه ذره نبود. بامبولیا بامبولیا نه من ایرانی بکنیشم. آره شب یلدا من از راه اومدم، به دلت خواست اومدم، تو از گیاه ها رفتی، تو چه سیاه کجا رفتی. تکری من نیاز به همزن برخی دارم؟ نه کوروش. درست وایس این اصلا سیستم چیه؟ آیا می‌خوایم هر کاری که گفتن انجام بدیم؟ نمی‌شه که. آی آره درد داره نمی‌خوام. بگو. کوروش نزن لطفاً. ببین. بچه‌ها. مگه نشرای رو بشکونم؟ نمی‌خوام اینو بشکونم. نمی‌تونم. من اصلا دیگه سر. 3 2 1. آلمیا. بعدی. آنها رو با پوست گاز. تو می‌تونی. چه مزه ایه؟ توف کن، توف کن. چیکار بکنی توفش کنیه؟ خب، با کوروش مسابقه هندونه خوری بذارید. هر کی زودتر تموم کرد، برنده است. اصلا انقدر هندونه دوست دارم برای مهم نیست که چقدر قراره چندش باشم. هندونش هم بی هسته است. 3 2 مسابقه است، واقعا جدی مسابقه است. آره، 3 2 1. من دوام کردم. من هم کردم. نه خیلی قبل دوام کردم. من خندم. باحال ترین کاریه که تو کل زندگی من انجام دادم. کی بود؟ من. به این نوچ ترینم. همه زندگی نوچه. خوی حیوانیم آره. مغزم خاموش شد. فقط میخواستم هندونه رو بخورم. بچه اگه زنگ به این رو تو بگیشون نزدین. خیلی داری کار خطر میکنم. بدی من یه ثانیه بدی من. له شدم من از استرس. مزنگ شدش عجب کیکیه پر آب زنم چی؟ بری دستو؟ چه قبل جور؟ زنم ببینم. خب بچه ها بذارین آپدیتتون کنم که تا الان چی شد. میام دستشو برید رفتی دستشی خیلی بجور با این چاقوه و قش کرد. خب وقتی که
میبینم مثلا یه جام زخم خون میاد فشارم یهو میفته یه ذره. من اینجا بودم، من گفتم خب دستش بوری دیگه الان میره، بعد هول کردم اینا یه ذره گفتم خب برم ببینم چی شده اینا، یهو برگشت گفتش که کوروش من دارم قش میکنم. گفتم یعنی چی؟ بعد رفتم دیدم اینجوری شبه دستش اینجوری افتاده قش کرده، باورم نمیشه. خلاصه که رفتیم چسب زخم کردیم، حجم شدیم بریم توی هیرویی چسب زخم بگیریم، فقط گاز و فقط همچنین خاموش کردیم سریع. آره. رفتیم که چسب زخم بگیریم چون کیک یزدی ها به جون که پف کنم بیان بارد. آره. و کل خونه یه بوی تخمرغ و کره که یه ذره گرم شده ولی بعد خنک شده، بوی اونو داره میده، خیلی بوی بدی داره میده تو خونه. خب نفر بعدی شده با کوروش انار دون کنیم بخوریم. لطفا من یه توجیز نکن دیگه، من انارا رو دون خواهم کرد چون سر آقای سر هندونه مجروح شدم یک هندونه رو اینجوری سر یلده همینه که هست. بچه خدایی سفره ای فاخر تر از این تا حالا توی یلده داشتین یا چی؟ باور نمیشه یه سال تنها بودین چجوری بفهمیم که کیک یزدیمون خوبه یا نه؟ اگه این شکلی باشه خیلی خوب دید. نمیخوری واقعا؟ نخور خب چرا مجبور بین اگه یه کار دیگه که خیلی نوشته بودین در صورت خودمون هم خواستیم انجام بدیم فال حافظ، یه بودی که فال بگیریم و تعبیر کنیم ببینیم که من بیشتر همه نوشتن که کوروش فال بگیره و تفسیر کنه. خیلی خوشحالم که میدونستیم که من بلدم تفسیر کنم فالو، چون که من فکر نمی کنم بلد بشید ولی چون منم بلد نیستم. دو واحد ادبیات فارسی پاس کردم دانشگاه. من میدونی مورد علاقه ترین شاعر فارسی کیه واسه من؟ جمله مو حال کردی؟ خیام. من خیام اصلا میشستم. خیام چی بود معروفه؟ اشوه ها میکرد بهرام که گور میگرفتی همه اون دیدی که چگونه گور بهرام میگرفت. قیافه ها واقعا این شکلی بودن؟ چون که بعضیشون واقعا قیافه هاشون عجیبه، مثلا این وحشی خیلی قیافه عجیبی داره. یک عدد از یک به هم بگو خب تا 495 نیت کن بعد بگو. خب من آرزوی شادی و سلامتی خودم با تو، با همه سکوادم، با همه خانوادم، با همه آشناهان، با همه دوستان، با همه دشمنان میکنم. چه نیت پاک و قشنگی. 55 میلیون تا فالوور. به به عجب غزلی هم بهت افتاد. چی افتاد به هم؟ شنیدم سخنی خوش که پیر کنعان گفت، فراغ یار نه آن می کند که بتوان گفت. دارم می خونم. حدیث حول قیامت که گفت واعظ شهر، کنیایی تیست که از روزگار هجران گفت. کنیایی تیست خدا نشه کنیایی باشه. من و مقام رضا بعد از اینو شکر رقیب همه کهن به می سال خورده دفع کنید که تخم خوشدلی این است پیر دهقان گفت. به به اصلا فرمی نه بزدشی. گره به باد مزن، گره به باد مزن به مهلتی که سپارت دهد ز راه مرو. نمیتونم بخونم مزن مزن ز چون و چرا، دم که بنده مقبل قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت. به 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 موی تن منه سیخ سیخ. من این نگفتم آن کسی گفت بهتان گفت. خب بروی که یه خبر خوش فرد دارم. خبر کردیم حافظه یه خبر از بچه ها بلدن حافظه الان اصلا کف کردم. این شنیدم یه خبر خوشی برات اومده. اینجوری دونه دونه میخوای بگی؟ نه از یارت میکند میتوان گفت ولی خب نکن. اینجا منظورش از واعظ و شهر یعنی کبوتر. خب نمیدونم معنیش این باشه بچه داره درباره یه کبوتری میگه که داره واسه یه پیغام خوشی میاره. زمانی که سپرت بیفته پایین منطورش... آن موقع است که زال ترک دستان گفت. خب تا اینجاش که فهمیدی بذار نیت بگم. نیت اینه که نه تو باختی، تو یلدا رو باختی. یلداتون کلی 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 مبارک باشه، یک عالمه خوش بگذرونین،
جمشین دوره هم اشغال کنین. نه نه حافظ بخونین، آجیل بخورین، غذای خوشمزه بخورین، کلی کلی کیف کنین. اسمانیه مرسی از اینکه ویدیو دیدین. مرو از روزگارم بی تو تموم جونم رنه خسترده رنه